با سلام، من کوروش پارسا هستم. این برنامه کانال تلگرام جمهوری ایرانی هستش. مجریان برنامه امروز من هستم و آقای هجیر عطاری که ایشون به عنوان پرسشگر و چالشگر کمک میکنن به برنامه. مهمان برنامه ما امروز آقای دکتر جمشید اسدی هستند. ایشون استاد دانشگاه در پاریس و همچنین دکتراشون رو در زمینه استراتژی اقتصادی دارن. آقای هجیر عطاری، آقای اسدی، خوش اومدید. سپاسگزارم که منو پذیرفتید. باعث افتخارمه که در پنل شما دوستان گرامی هستم. درود میفرستم به بینندگان عزیز. من هم سلام دارم خدمت شما و آقای اسدی عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز. آقای اسدی، ما در آستانه 40 سالگرد انقلاب هستیم و به قول معروف نظام ولایت فقیه. شما ویژگی های اقتصاد ایران رو و ساختار اقتصاد ایران رو چگونه میبینید؟ بله، ببینید، در مورد اقتصاد ایران و به زمین نشستن اقتصاد ایران دیگه کمتر جای تردید و شکی وجود داره، چنانچه بسیاری از پایوران خود نظام و حتی گزارش های رسمی خود نظام ولایی بر این امر اشاره دارند. در این حال در مورد فساد هم همچین شاید بشه گفت هم نظری وجود داره، چنانچه باز هم بسیاری از مقامات رسمی خود نظام به اون اشاره دارند. اما به باور من فساد رو نمیشه ویژگی این نظام دونست و وقتی که یک اقتصادی خوب کار نمیکنه، این یک جور بیماری، این در حقیقت نشانه بیماری، خود بیماری رو نمیگه چیه. من فکر میکنم ویژگی اقتصاد ایران که به چنین وضعی کشیده شده و به باور من مادامی که بر چنین ساختاری هست، با عوض شدن احمدی نژاد و روحانی چیزی در اقتصاد ما عوض نمیشه، یک اقتصاد رانتخاره. و بعد من حالا باید توضیح بدم که اقتصاد رانتخار یعنی چه. و فساد، من میخوام بگم که آنچرا که در یک اقتصاد سالم به عنوان فساد میدانند، در اقتصاد جمهوری اسلامی چندان فساد نمیتوان بدان گفت. ببینید، وقتی که یک باکتری به دندان کسی میفته و شروع میکنه اون دندان رو از بین بردن، میگوییم دندان رو فاسد کرده، یه فسادی درش افتاده. چرا که اصلی نبوده که باکتری روی دندان زندگی بکنه، باید جای دیگه زندگی کنه، یه جای دیگه اومده، این دندان از بین برده، خطرناکه. اصل یک چیز دیگری بوده، انحرافی بر این شده، این یک فسادی به وجود آورده. شرط این است که مأمور دولتی رشوه از کسی نگیرد، اگر بگیرد برای اینکه امتیازی بدهد، این می شود یک کار فاسد. اما اگر شما در یک آزمایشگاهی یک پژوهشگری داشته باشید که این بر روی باکتری کار میکنه، نمیگید این بر روی فساد کار میکنه، کارش فاسده، میگوید این یک محققه، به خاطر اینکه باکتری رو برده اینجا که به هر دلیلی بشناسدش و شاید راه مبارزه رو باهاش پیدا بکنه. در اقتصاد جمهوری اسلامی هم آنچه را که یک اقتصاد سالم بازار بنیاد فساد میشناسد، در اقتصاد جمهوری اسلامی رو به عنوان فساد نمیشه گفت. از آغاز نظام ولایی تا به امروز چیزی عوض در این مورد نشده، کم و زیاد شد. در یک اقتصاد سالم بازار بنیاد، گرفتن امتیازهای اقتصادی بر مبنای رقابتی و تصمیم مشترک، رقیب ها کالاهای خودشون عرضه میکنن، مشتری با خرید خودش رأی میده، چنانچه شهروند با رأی خودش تعیین میکند چه کسی باید رئیس جمهور باشد. در بازار مشتری با خرید خودش رأی میدهد که چه کسی در این بازار باید سهام بالاتر رو داشته باشه. خب چون رقیبم میدونه که اگر کالاش مرغوب نباشه، به قیمت مناسب نباشه، این سهم بزرگو از بازار از دست خواهد داد، یک رقابت عادلانه رو بین خودشون مرتب پذیرفتن.
این عدالت عادلانه در جمهوری اسلامی از روز اول از بین رفت. ببینید در سیاست، برای اینکه احتمالاً برای بینندگان بحث سیاسی آشناتر خواهد بود، در سیاست میگویند که آقا هر کسی نمیتونه نماینده ریاست جمهوری باشه. اولا باید شیعه اثنی‌عشری باشه، رجل باشه، و بعد تازه از همه اینها باید از صافی شورای نگهبان بگذره که ما بدونیم این حتما به درد ما میخوره. یک مبنای خودی و غیر خودی اونجا تشکیل میشه. در اقتصاد هم همین بود. از زمانی که بزرگترین بنگاه های ملی کشور پیش از انقلاب مصادره کردند و به دنبال اون البته غیر از بنگاه هم مصادره کردند، اینها رو از یک عده شهروندا گرفتند و اینها رو دادن به یک کسان خاصی که جزء خودی ها بودن، از جمله بنیاد ها بود، از جمله مراکز سازمان های مذهبی بود، از جمله نیروهای تفنگ به دست بود. اینها الزاماً بهترین کسانی نیستن که کار اقتصادی بلد باشن. این حکایت ها فراوونه از ندانمکاری اینها در مورد اقتصاد. البته اقتصاد تنها مورد ندانمکاری اینها نبود، اما بحث امروز ما اقتصاده. ببینید وقتی که نظامی از دادن این فرصت برابر به شهروندان خودش و رقابت آزاد قانون بنیاد بین شهروندان خودش چشم میبنده و رو به سوی خودی و غیر خودی میاره، نتیجه غیر از این نمیتونه داشته باشه. از همین روز که من بارها اصرار دارم که آقا فساد و دلیل اصلی مشکل اقتصاد نظام ولایی ندونید، برای اینکه فساد در همه جای دنیا وجود داره، هر جا انسان هست فساد هم هست، بعضیا کار غیر اخلاقی میکنه، اما در فرنگ، در همین فرانسه اگر کسی این کارو بکنه، میگویند آقا بر مبنای قانونی که وجود داره، بر مبنای اصل مساوی که وجود داره، تو یک اصل شهروندی رو از بین بردی. مثلا امتیازی رو که نباید به فلان کس میدادی دادی، رقابت آزاد و از بقیه شهروندا سلب کردی، با رشوه اینو دادی به یک کسی دیگه. اما در جمهوری اسلامی جور نیست. وقتی که جنگ تمام شد، مقام معظم رهبری تازه رهبر اولی فقیه شده بودند، گفتن که امتیازها در زمان جنگ متعلق به نیروهای مسلح و سپاه پاسداران بوده برای دفاع از مرزهای جغرافیایی کشور، بعد از جنگ باز هم متعلق به اونا برای ساختن ایران اسلامی و دفاع از مرزهای ایدئولوژیک. وقتی که در زمان آقای احمدی نژاد یک خط بزرگ نفت گاز از سوریه رو به سپاه پاسداران میدادن، به روشنی گفتن برای انجام کار رفع شرایط رو از بین بردیم، یعنی همچین اصطلاحی از بین بردیم، یعنی این تکالیف بیخود رو از بین بردیم و ما اینو دادیم به اون. این که در این مورد مثال ها فراوونه که در این مورد ما بخوایم بزنیم. من برای اینکه این مقداری بحث بگردیم دو نکته رو بگم و تا اینجا کوتاه بکنم، تا اینکه دوباره دستورا بحث بین ما بتر. ببینید علت اصلی سختی شرایط اقتصادی مردم این است که اقتصاد کشور اقتصاد راندخاری شده است. اقتصاد راندخاری یعنی چه؟ یعنی اقتصاد خودی و غیر خودی، همونی که در سیاست میبینید. یعنی یک اون چرا که باید حق فرصت برابر همه مردم کشور باشه، ما اینها رو به یه عده خاص میدیم. این عده خاص همونن که اوایل انقلاب میگفتن که مسئله متخصص نیست، مسئله متعهده. خب متعهد الزاماً کار بهتر و بلد نیست بکنه انجام بده. این هنوزم در به همون پاشنه میچرخه. این باعث میشه که کارها، امتیازها دست بهترین های یک کشور نباشه که از ورای یک رقابت آزاد انتخاب میشن، بلکه دست کسانی باشه که
که اینها جزء خودی های نظامن. شما یک تیم فوتبال رو در نظر بگیرید، به جای اینکه تیم مثلا تیم ملی فوتبال از رقابت آزادانه شهروندان یک کشور، بازیکنان یک کشور تشکیل شده باشه که مربی بتونه بهترین ها رو تشخیص بده، فکر کنید یه گلچینی بکنن از اینکه کی با کی رابطه داره. خب نتیجه یک همچین تیم فوتبالی مشخصه. در اقتصادم وضع بر همین منواله. عمده ترین نکته دوم و نکته آخر، عمده ترین رانت‌خوارا در ایران 4 دسته هستن. بنیادها جزو نخستی نیروهای رانتخار در ایران بودن، بنیاد مزدزفان، بنیاد شهید از اون جمله، که اینها عمدتاً کارخونه های و بنگاه هایی رو که مصادره شدن در اختیار گرفتن. چرا به اینا دادن؟ چرا مناقصه نداشتن؟ چرا امکان به همه ندادن؟ چرا اصلا مصادره کردن؟ خب این اصل این نظامه. بعد از بنیاد ها ما این آستانهای مذهبی رو داریم که مهمترینش آستان قدس رضویه که بسیاری از زمین‌ها رو این اشغال کرد و مصادره کرد و در دست گرفت و حتی مردم بسیاری در این مورد اعتراض کردن، اما امام راحل حکم داد و این در صحیفه نورم هست که دفاع کرد از کاری که آقای واعظ طبسی در این مورد. رانتخاره سومی که در ایران وجود داره نیروهای مسلح و به ویژه سپاه پاسداران هستن و بسیاری از بنگاه‌های وابسته‌ای که دارن. چهارم آقازاده‌ها هستن که الزاماً در این موارد نیستن اما امکاناتی دارن که بتونن از بسیاری امتیازها استفاده کنن، مثل مثلا وقتی که یک رشوه بزرگی از شرکت نروژی استاتویل گرفته شد برای دادن بعضی از امتیازها. البته در جریان این 40 سالی که گذشته این نیروها رانتخار قدرتشون عوض شده، مثلا اون قدرتی رو که بنیاد اول داشت الان اون قدرت فرادست و بیشتر سپاه پاسداران داره، اما فعلا این اقتصاد عمدتا در دست این شرکت ها هست. من امیدوارم که پاسخم به پرسش اول شما کمابیش روشن باشه. بحثم اینجا تموم میکنم تا ادامه بحث. خب اول از آقای هجیر عطاری درخواست میکنم اگه نکته‌ای دارن، کامنتی دارن لطف کنم بگن و بعد من خودم یه سری نکاتی رو میگم که بعد برمیگردونیم به شما آقای دکتر اسدی. بفرمایید آقای عطاری. من در این رابطه دو تا نکته مختلف دارم. نکته اول اینه که خب همونجوری که آقای دکتر اسدی به درستی اشاره کردن، باید بین عارضه و بیماری تفاوت قائل شد، چون اینا دو تا مفهوم جدا از هم هستن. آقای دکتر میفرمایند که فساد رو، حالا اون تعبیری که من همیشه در ازش استفاده میکنم در مورد جمهوری اسلامی، فساد سیستماتیک هست و فساد هدفمند هست. یعنی حتی به نظر من برخلاف بسیاری کشورهای جهان، فساد در جمهوری اسلامی حتی یک عارضه هم نیست، بخشی از پلنه، بخشی از نقشه است، بخشی از بازیه، یک ابزاریه در دست حکومت برای اینکه بتونه اطرافیان خودش رو، نیروهایی که آقای دکتر اشاره کردن به عنوان خودی در بازی نگه داره. حالا این خودی ها میتوانن در راستای تامین اقتصادی ازشون استفاده بشه یا در زمینه سرکوب، یعنی میتونن نیروی اقتصادی باشن یا نیروی سرکوبگر نظامی. بنابراین باید حتما بین عارضه و بیماری تفکیک قائل شد. ولی من سوالم از آقای دکتر اینه که شما در رابطه با عارضه ها فرمودید، ولی علت بیماری، ببینید یک حکومتی تشکیل شد، یک انقلابی شد، یک تغییر و تحولی اتفاق افتاد، عارضه ابتدایی رو شما چه میدونید؟ یعنی علت این بیماری رو چه میدونید؟ آیا اسلام ایدئولوژیک بود؟ آیا مثل تمام اشتباهاتی که جمهوری اسلامی داشت و سعی میکرد همه چیز رو از علوم پزشکی تا اجتماع تا سیاست تا همه امور رو به صورت دینی و مذهبی از دیدگاه اسلام تعریف کنه، آیا ایدئولوژیک شدن اقتصاد رو عامل این مشکلات امروز میدونید یا کلن ساختار این نظام رو به صورت هدفمند فکر میکنید که اصلا به سمت این عوارض رفتن؟ من خودم گمان میکنم بخشی از این عوارض اصلا عارضه نیست،
یعنی بر ساخته های خود جمهوری اسلامی هن، برای اینکه بتونه بعد از 40 سال امروز روزی ازش استفاده کنه. امروزی که کارگر هفت‌تپه، امروزی که کارگر صنایع فولاد، کارگر هپکو، گروهی با اون عظمت، حالا مثل آذراب، به این روز افتادن و کارگرانی که اونجا کار میکردن بیکار شدن، سفره‌ها خالی شده و اعتراض دارن، در هر حال جمهوری اسلامی یک روزی به یک نیروی سرکوبگری نیاز داره که بتونه یک نفر تو صورت برادر خودش هم اسلحه بکشه. این تامین نفرات رو من به نظرم بسیار هدفمند از طریق ایجاد این راندها و این غیر خودی و خودی کردنها ایجاد کردن. بنابراین شاید حتی بخشی از این عوارض رو من خودم عارضه نمیدونم، بسیار هدفمند. نکته دوم در رابطه با ایجاد این بنیادها و عرضم به خدمت شما جاهایی مثل آستان قدس هست. ببینید، فرض کنید الان فردا جمهوری اسلامی بره، ما آیا میتونیم بیایم بگیم آقا ما دیدگاهمون اقتصاد آزاد، ما در زمینه اقتصاد لیبرال هستیم، به حق مالکیت احترام میذاریم؟ آقای ایکس که شما تمام مدت این 40 سال مشغول پولشویی بودی، تمام کارخانه جا، تمام شرکت ها، تمام دارایی و مایملک از طریق پولشویی و زد و بند با سپاه ایجاد شده، آقای که مثلا صاحب بانک آینده ای الان داری در دبی مثلا هتل میسازی، منظورم آقای انصاریه، آیا مثلا یک آدمی مثل انصاری امروز رو میتونیم بذاریم به کاری که میکرده ادامه بده به خاطر اینکه ما به اقتصاد و به حق مالکیت احترام میذاشتیم؟ ببینید، اتفاقی که بعد از انقلاب ایران افتاد به نظر من اتفاق عجیبی نبوده. در این میان مسلما سوء استفاده هایی شده، ولی خب با اموال مثلا بنیاد پهلوی چی کار باید میکردن؟ اصل در این بوده که شاید دولت موقت، حالا من دقیقا از بعد تاریخی نمیدونم، فکر میکنم که خود خمینی نهادها رو ایجاد کرده، ولی حالا متولی شورای انقلاب بوده یا دولت موقت بوده یا شخص خمینی بوده به عنوان رهبر انقلاب، یک بنیادی ایجاد کرده که بیاد اموالی که مربوط به بنیادهای مربوط به حالا شاپور غلامرضا بوده، مربوط به خاندان پهلوی بوده، مربوط به برادران خیامی بوده، حالا خیلی افراد دیگه، اموال اینها رو گرفته و در اختیار بنیادها قرار داده تا تعیین تکلیف بشه. حالا اینکه بعد این تعیین تکلیف اتفاق نیفتاد، این یک بحث ثانویه است. اینکه از این اموال سوء استفاده شد، رانت ایجاد شد، این هم یک بحث ثانویه است. ولی فکر می‌کنید آیا وجود چنین ایجاد چنین بنیادهایی گریزناپذیر، یعنی میشه انجامش نداد با این فرض که فردا جمهوری اسلامی داره؟ ممنون. خب من فکر کنم با توجه به این نکاتی که ایشون گفتن، من فعلا اضافه نمی کنم. آقای دکتر اگه موافق باشید خودتون این دوتا رو بسیار خوبیه. اگر اجازه بدید برای اینکه بحث بیشتر به چرخه من به سرعت جواب بدم. ببینید، در مورد پرسش اولی که آقای عطاری کردن، من پاسخم خیلی کوتاه خواهد بود چون با هم عقیده ایم. به نظر من، به باور من، عمده ترین یعنی ریشه سختی اقتصادی در ایران رو باید در ایدئولوژیک بودن این نظام دید. چرا ایدئولوژیک بودن مشکل زاست و جامعه و اقتصاد رو فرو میپاشه؟ چون بر مبنای بهترین مدیر اداره نمیشه، بلکه بر مبنای مخلص ترین مدیر، اگر بتوانست اون را مدیر گذاشت، اداره میشه، که اینا لزوما بهترین ها نیستن. خیلی روشن بود ده تا در صحبتی که امام راحل میکرد که بحث اینه که این باید دست کسایی که مخلص باشه. حزب فقط حزب الله، یعنی باید دست اینا باشه. خب همه این امتیازا وقتی دست اینا بیاد، ببینید من میخوام این نکته رو برای بینندگان گرامی باز بکنم. بحث بر سر این نیست که این تایوران نظام الزاماً همشون آدم های بدی هست، همشون آدم های فاسدی هست، همشون در برابر پول تزلزل دارن، ای بسا نداشته باشن برخیشون، من در این مورد مشکلی ندارم. اما این نظام ایدئولوژی که برقرار میکنن، این نظام نظامیست که جز این نمیتونه نتیجه داشته باشه. ببینید، وقتی که شما به یک شهروند بهایی اجازه کسب و کار نمیدید و این در پایه این نظام وجود داره، حتی اگر اون کسی که میره و
این کسب و کار شهروند بهایی رو منحل میکنه، غیرقانونی میکنه، محرومون میکنه، این آدم پاک باشه، نمازش درست باشه، پول هیچ کسی رو ندزدیده باشه، باز همون اقتصاد فرو میپاشه. ما بارها از این مقامات نظام جمهوری اسلامی میشنیم که این باید قناعت بکنید، فقر خوب بود، اول خوب بود، حالا بد شده. آقا اولا اگر فقر خوب، همین که اگر فقر خوب باشه که حالا اگر به اینم اعتقاد داشته باشید، این سم مهلکه برای اقتصاد. درست مثل اینه که چون حالا من این مثال فوتبال میارم، این ورزش بسیار منو سرگرم میکنه، به وجه میاره، درست مثل که بگیم آقا برای فوتبال ما احتیاج به بازیکنایی داریم که همش نشسته باشن، تکون نتونن، تکون نخورن. آقا این سم برای فوتبال اگر داری درست میکنی. اما گیرم که حالا اینا قناعت دارن، یعنی پول درست میکنن، پول میسازن که کار اصلی اقتصاد ثروت سازی میکنن، اما خودشون از سهم خودشون میگذرن. گیرم اینجورن. اما اگر نظامی بر پایه خودی و غیر خودی باشه، خودی و غیر خودیش هم این ایدئولوژیک بودنش تعیین میکنه. یک عده‌ای میتوانن، یک عده‌ای نمیتوانن، جز این ما نتیجه نداریم. گیرم به قول خودشون همشون امام جعفر صادق باشن. نتیجه همینه که هست. یکم بیشتر، یکم کمتر. من فکر میکنم در مورد اول کم و بیش هم نظریم و ایراد اصلی رو من همین ایراد ایدئولوژیک بودن و خودی و غیر خودی میبینم. همه اینا نتیجه اونه. چرا فکر میکنم در درون این نظام با رفتن آقای احمدی نژاد، با آمدن آقای روحانی تغییری صورت نمیگیره؟ چون این نظام بر همین پایه باقی میمونه. من ببخشید الان یکو به نظرم اومد که این از بینندگان شدید عذرخواهی میکنم، من باید داره برق تموم میشه، من برقشو اینو بزنم. This conference will now be recorded. بله، به همین دلت است که من فکر میکنم در درون چنین نظامی که بر پایه ایدئولوژیک و ناچار بر پایه خودی و غیر خودی است، با عوض شدن رئیس جمهور و با عوض شدن مجلس و اینا هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت. مادامی که این آنچه را که از بین باید برد، این اصل خودی غیر خودی، یک شهروند یک حق یک فرصت، مادامی که این نباشد، همین آش و همین کاسه است. حالا گیرم آقای احمدی نژاد برود، آقای روحانی بیاید، دیدید نتیجه تغییر نکرد، این آقام بره کسی دیگه بیاد، تغییر خاصی صورت نخواهد گرفت. البته در کنار این سختی اقتصادی به یک نکته دیگه هم اشاره بکنم که همون از ایدئولوژیک بودنش، خودی و غیر خودی بودنش، اما خیلی کوتاه چون بحثای دیگه هم زیاد داریم. یک دلیل دیگه فروپاشی که اونم از همین دلیل ایدئولوژیک بود، ضدیت با جهان، ضدیت با دنیا. در زمانی که ما در اقتصاد به عصر جهان روایی رسیدیم، اگر شما کارنامه کشورهای موفق در اقتصاد نگاه کنید، هر کی رو به دنیا کرد، اقتصادش رشد کرد، وضعیت شهروندانش بهتر شد، هر کسی که بر مبنای همون که میگن خودکفایی در درون موندن در اینا بود، وضعش مثل جمهوری اسلامی شد و بلکه بدتر. شما مقایسه بکنید بین چینی که در پی خودکفایی و مرزهای بسته بود و چینی که خب مرزها رو گشود. از روز اول یکی دیگه از مشکلاتم با جمهوری اسلامی همین بود، اونم به لحاظ ایدئولوژیک ضدیت با جهان و مسئله خودکفایی. اینم یه بحث دیگه است، حالا بگذاریم. اما در مورد مسئله دوم، آقای عطاری از من میپرسن که آیا ما میتونیم از همون روز اول چنین بکنیم؟ بدون شک باید چنین بکنیم. به باور من تنها راه نجات اقتصاد ایران یک اقتصاد بازار بنیاد است با شناختن حق مالکیت. اگر کسی از من بخواهد که من در یک کلمه، در یک واژه، در یک عبارت بگویم که منظورم از اقتصاد بازار بنیاد چیست، میگویم به رسمیت شناختن مالکیت و رقابت آزاد. با این درست نشه، بازم وضع کشور بهتر از این نمیشود. حالا دو تا سوال در این مورد آقای عطاری کردن. یکی این که مثلا کسانی که الان دارن کار اقتصادی میکنن، ما باید حق مالکیت اینا رو به رسمیت بشناسیم. ببینید اگر اینا حق مالکیت میکنن با دارایی که به طور قانونی داشتن، البته
اما اگر این داراییشون با دزدی بوده، البته که نه، باید دستگیر بشن، باید محاکمه عادلانه بشه، باید اون ازشون گرفته بشه، به کسایی داده بشه که مال حق اونا بوده. به روشنی در مورد دوم میفرماید انقلابی شده، دارایی ها رو گرفتن، شاید بسیاری از اون دارایی هایی هم که گرفتن نظام گذشته به ناحق گرفته بود، حتی اینم میشه گفت. حالا میپرسن خب پس اینا باید تا تشکیل شدن یه چیزی دست کسی باشه، شما چرا با این سیستم مخالفید؟ اول اینکه من آقا میخوام بپرسم چرا اینا رو به بنیاد بدن، چرا به آقای حجیر عطاری ندن، چرا به آقای کوروش پارسا ندن، چطور شد تعیین کردن به اون بدن؟ این همه مسئله خودیه. چیکار باید میکردن اگرم میخواستن بدن؟ یک مناقصه میذاشتن، یک رقابت آزاد، که آقا بهترین برنامه ها رو بدید، بهترین پروژه ها رو بدید. چطور در فرنگ یک پروژه سدسازی بزرگ رو تقسیم میکنن؟ میگن این انقدر بودجه دولت، انقدر پروژه هاتون رو بدید ما تعیین بکنیم چه کسی برنده میشه. در این مورد در بهترین حالت اگر میخواستن این کارو بکنن. دوم اینکه اگر که حالا نه، ما میگفتیم در اون شرایط مناقصه درست نمیشد، مشکل بود، خب آقا اینها رو باید اینها رو ضبطش بکنن، نگه دارن در دست دولتی که پاسخگو باید باشه. خب اینم که ما نداشتیم. در این مورد میدونید بسیاری الان دارن صحبت از میکنن عصر طلایی امام. بزرگترین این اتفاقا در عصر طلایی امام افتاد. یکی از نخستین مسئولین بنیاد همین جناب نخست وزیر موسوی بود. یکی از نخستین کسانی که اقتصاد ایران و دولتی بلکه راند خاک کرد همین در زمان نخست وزیری آقای موسوی بود. من اگر کسی بگوید که او هرگز ثروت اندوزی نکرد، من مشکلی با این مسئله ندارم. ببینید ببخشید من از این مثال استفاده میکنم، ولی میخوام حرفم روشن بشه. فکر کنید من یک بانوی رو، یک خانومی رو میدوزدم، برمیدارم میدوزدم میارم تو خونم و دست بهش نمیزنم. بعد کسی بگه که آقا خب این که هیچ کاریش نکرده. آقا کاریش کرده یا نکرده میشد جرم دوم. جرم اول این است که شما کسی رو که اجازه نداشتی بدون رضایت خودش برداشتی و بردی تو خونت قایم کردی. این گیرم آقای موسوی، گیرم امام راحل، ثروت شخصی نیندوختن، که البته اینم جای بحث و گفته بود داره، اما گیرم این فرض رو کنیم، گمانه رو بزنیم، مصادره کردن ها اینها رو در اختیار یه عده خاصی گذاشتن، خود اینها جرم. پس در نتیجه برای اینکه به این پرسش دومم پاسخ بدم، بله اقتصاد ما فقط از راه اقتصاد بازار بنیاده که اینجوری درست خواهد شد، غیر از این همین آشا همین کاسه خواهد. تمام کسانی رو که مالکیت قانونی دارن بر دارایی خودشون، خب اینها باید بتونن رقابت آزاد بکنن برای داشتن بزرگترین امتیازات. تمام کسانی که این مالکیت ها رو به ناحق گرفتن، اینها باید برگردانده بشود به مالکین اصلی خودشون یا وارثان اونها، یا به طور مناقصه به مردم بازگردانده بشه. اما و اینجا دیگه سخن پایانی می، شرط اینها این است که اول اقتصاد بازار بنیاد تشکیل بشه. ببینید بارها گفتن که دولت میخواد به رسانه ها و مطبوعات کمک کنه. صحبت من بوده لازم نیست دولت به رسانه ها و مطبوعات کمک کنه، ما رو به خیر تو امیدی نیست. شما شرایط آزادی رو در کشور درست بکنید، خود آقای عطاری میتونه نشریهش رو چجوری در بیاره. اگر نمیتونه در بیاره بهتره که بی نشریه بمونه. شما شرایط آزادی رو در کشور ایجاد بکنید، خود آقای پارسا میدونه که رسانه دیداری خودش رو چجوری ایجاد کنه. اگر نمیتونه بهتره که رسانه در نیاد، به عهده کسی دیگه بذاره. اول شرایط بر همین پایه، اول شرایط اقتصاد بازار بنیاد باید تشکیل بشود، بعد دیگه در این مورد باید ببینیم که حالا این دارایی هایی که کسب کردن به راندخاری، این باید به مالکین اصلی خودش برگردانده بشه. اگر اون مالکیت وجود ندارن، وارثات وجود ندارن، دیگه کار حقوقدانه. باید به طور به چه شکلی به مردم واگذار بشه. دوباره این اتفاقی بود که در کشورهای سوسیالیستی افتاد، اونهایی که موفق عمل کردن مثل لهستان. اینها گفتن آقا یک چیزایی رو ما بعد از چند سال که این اتفاق افتاده بود، یعنی بعد از حدود 50 سال، اینها گفتن که اینها رو ما به مالکینش برمیگردونیم، خیلی‌ها رو
خیلی وقت هم به یه دلایلی نمیتونستن بر بگردونن، اینو بعد از حقوقدانا پرسید که شاید وارثی نبودن، از بین رفته بودن و اینها. اینها رو ما مثل ووچر، مثل یه جور کوپنی سهم به مردم میدیم، سهم هر کسی بیاد بخره اینجوری. این به نظر من تنها راه گذار اقتصاد ایران به یک اقتصاد پویاز، اقتصاد تولیدی است. و البته در این مورد صحبت‌های زیاد دارم، اما نمیخوام همش صحبت کنم، چون ممکن بود که آقای عطاری یک پرسش دیگه هم بر اینها بیفزایند که در این شرایط تنگ دستی مردم آیا پاسخگو خواهد بود اقتصاد بازار بنیاد، یا باید نه پول بین اینا پخش کرد. اینم امیدوارم که ما در بحثمون داشته باشیم. بله آقای دکتر اسدی، اگر اجازه بدیم آقای حجیر آیت داریم، من دو تا نکته بگم. نگاه کنیم سیستم های دنیا رو، اگه سیستم های بسته یا نیمه باز و باز تعریف بکنیم و اون بر مبنای میزان دسترسی برابر و یا نابرابر شهروندان به امکانات سیاسی و اقتصادی، خب اگه این رو به این صورت تعریف بکنیم، خب نظام جمهوری اسلامی یکی از بسته ترین نظام ها هستش. خب طبعا توی نظام بسته سیاسی به قول داگلاس نورث، تعریف فساد اقتصادی رو تو این سیستم های بسته دادن امتیازات اقتصادی به بخش های مختلف درون قدرت هستش، که این ائتلاف خشنی هستش، چه میخوان پاسدارا باشن، چه بسیجی ها خواهان چیز میشن، یه روزی پاسدارا هستن، یا آستان قدس هستش، بنیاد رو درست میکنن، خب کمیته اجرای امام و باندهای مختلف. ضمن اینکه این رانت اساسی که شما دارین مطرح میکنین به وفادارترین شاید بخشای نظام، وفادارترین به ولایت فقیه، که در واقع اون نهادهای زیر نظارت شاید ولایت فقیه باشن که وفادارترین هم از لحاظ اقتصادی بیشترین رانت ها رو دارن اون بخش اقتصادی، و در یک زمینه هم بحثی که شما میکنین در اقتصاد بازار بنیاد زمین بازی و رقابت آزاد هستش. یک شرکت خصوصی همون به همون میزان میتونه یه مناقصه یه چیزی رو ببره که یک شرکت وابسته به پاسدار و سپاه پاسداران یا فلان آستان فلان چیز، یعنی اون رانت هم قدرت داره، هم اسلحه هم داره، و هم حتی در شرایط خاص کمبود بودجه اسلحه رو داره، با قدرت پولش هم میگیره. یعنی ممکنه بخش خصوصی ترجیح بده که کار خودش نگیره، کار اونا بگیرن، چون پشتش پولش هم میتونن بگیرن. توجه هم. در نتیجه من با شما یه مقدار زیادی بحثتون موافقم، ولی فکر کنم این تعریف به اصطلاح فساد رو که داریم که میگه سوء استفاده از موقعیت دولتی و حکومتی برای استفاده شخصی هستش، خب این طبعا در نظام های مختلف درسته که وجود داره، ولی اون میزان شفافیت نشون میده کی بیشتر کی کمتر. در نظام بسته جمهوری اسلامی و نظام ایدئولوژیکش خب این فساد ساختاری و سیستماتیکه، به خود ساختار ربط داره، همونجوری که شما دارین مطرح میکنین، خودی و غیر خودی شده. و خب حتی زمان شاه هم خب به هر صورت نوع دیگه ای بودش، که رضا شاه و محمد رضا شاه از قدرت خودشون استفاده کردن برای به اصطلاح اضافه کردن ثروت خودشون. طبعا هم یعنی اون مقداری که رضا شاه بعد از رفتن از ایران داشت، زمینهایی که داشت، خب افسانه ای بودش. و حتی محمد رضا شاه به روایتی 30 تا 40 میلیون دلار برای سال 1978، روایت فکر کنم اردشیر زاهدی باشه، شما بهتر میدونید، میتونید منو چیت کنید، که طبعا خب خاندان پهلوی خب از هیچ به اونجا رسیده بود. و حتی من میدونم که شرکت هایی که مثلا آقای حجبر یزدانی که کارآفرین بودن، جنبه کار مثبتشون هم خیلی زیاد بود، تمام شرکتاشون 51% 50% خانم اشرف پهلوی سهامدار بودن. خب این در واقع اون به اصطلاح سهمیه که نظام میخواد، و اون کسی که در قدرته، یا اگه میخوای وام بگیری، اگر میخوای چیز داشته باشی راد باز بشه اونا. یعنی این فساد نوع سیستماتیک که خب درون خاندان هست و بعد میاد به یک به اصطلاح بخش خودی نظام گسترش پیدا میکنه، نظام ایدئولوژیک وفاداران به ولایت فقیه و به اصطلاح ذوب شدگان در ولایت به اصطلاح میتونن منابع رو خیلی سریع قورت بدن. و حتی در بحث خصوصی سازی بهترین به اصطلاح نمونهش رو میبینیم که در بازه زمانه 8 ساله که مثلا بزرگترین خصوصی سازی دوران ایران انجام شد، عملا به قول خودشون 94% داده شد
این به اصطلاح مالکیت دولتی که به اصطلاح داده شد، به خصوص خوباش داده شد به اصطلاح این نهادها و بنیادها در واقع، و این کسایی که اومدن گرفتن در واقع همین بخش به اصطلاح عمومی اقتصاد که همین یا اسمش رو بذاریم خصولتی یا عمومی، اونایی که همین نهاد 4-5 تا نهاد، بنیاد مستضعفان، کمیته اجرای امام، به اصطلاح آستان قدس رضوی و یکی دو تای دیگه که وجود داره. من حالا فکر می‌کنم یه بحث به اصطلاح فکر می‌کنم که این رو فقط خود با خودی و غیر خودی کردن به اصطلاح گفتن، شاید من فکر کنم که اوور سیمپلیفیکیشن باشه تا یه حدی. من فکر کنم فساد ساختاری و سیستماتیک وجود داره توی بخش ولاییش، خیلی خیلی بیشتر هستش. این عملا همه رو داره میده به اون طرف. از طرف دیگه زمانی که به اصطلاح در دوران 16 سال 20 سال گذشته بخشای به اصطلاح اصلاح طلب اومدن، امکانات اقتصادی و شرایط به اصطلاح مناقصه و رقابت رو تا حدی برای بخش خصوصی ضعیف و نحیف تا حدی فراهم میکنن، که البته اون بخش خصوصی هم طبعا میخواد رانت خاص خودش رو بگیره دیگه، رانت از طریق ارتباط با اصلاح طلبان حکومتی. بعدا اون هم امتیازات، یه بخش دیگری از جامعه شروع میکنه امتیازات خاص خودش گرفتن. نظرتون چی هستش؟ آیا فکر میکنین که با اینکه من یک کامنت خیلی طول و درازی دادم، یک پرسپکتیو متفاوتی رو اینجا چیز کردم، ولی فکر میکنم در اصل با تفاوتی با حرف شما نداره به یک نوعی، یعنی در واقع به اصطلاح. و ضمن اینکه یه نکته دیگه که بعضی مطرح میکنم، بین خودشون هم این بعضی از آقای شاید حجاریان مطرح میکنه و آقای دوستمون آقای علوی هم این نظریه رو میده که حکومت باندیگانگستری شده، یعنی به یک نوعی در ضمن اینکه این رانت رو به گروه های به خودیا دارن میدن، بین خودیا هم باندهای مختلف هستن که با هم دیگه میجنگن برای گرفتن این امتیازات. اگر کامنتی داریم بفرمایید. بله، ببینید، اول من ازتون خواهش میکنم اگر ممکنه یک تابلوی میاد یه هر جلوی اینجا یه مقداری تمرکز منو به هم میزنه، اگر همینجور ممکن این دوتا تصویر رو نگه دارید از دوتا مجری عزیز ارجمند، من تمرکزم بیشتر خواهد بود. نه، دلیل این که من پاز بکنم. This conference will now be recorded. بله، ببینید، اولا میفرمایید شما یک دورنمای دیگه ای دادید، من متوجه دورنمای دیگه نشدم. من فکر میکنم که هم داستانیم در این مورد، من همینو میفهمم در این مورد، منتها چند نکته رو شاید لازم باشه که من اشاره بکنم در مورد زمان شاه و الان. این که تخلفات بزرگی زمان شاه وجود داشت جای تردید نیست، این که باج بگیرای بزرگی زمان شاه در درون دربار وجود داشتن جای تردیدی نیست، حتی همین شاهزاده اشرف که بدان به او اشاره کردید در این مورد. اما این را نیز باید گفت که کارآفرین های بزرگی آن زمان رشد کردند که امروز دیگه ما خبری از اونا نداریم. بسیاری از صنایعی که به وجود اومد هم در زمان رضا شاه هم در زمان محمد رضا شاه در همین دوران پهلوی بود، یعنی البته که رانتخاری هم وجود داشت، ولی این مبنای اقتصاد نبود، مبنای خودی و غیر خودی نبود. شما بزرگترین کارآفرین یهودی رو دارید، بزرگترین حاجی رو هم دارید به عنوان کارآفرین های بزرگ ایران. وقتی که اون 51 و بعد 53 مصادره بزرگ بنگاه های ملی رو که انجام میدن، همه رقم توی اینها هست، دکتر هست، مثلا آقای آزمایش گویا دو کلاس بیشتر درس نخونده بود. شما تا دکتر خسرو شاهی رو دارید که خب دکترای خودش رو گرفته بود اگر اشتباه نکنم از هاروارد، در حال هاروارد تحصیل کرده بود در اون مورد. شما ایلغانیان رو دارید و کسی دارید که بسیار اکثرشون، البته اگر همشون مذهبی بودن، بسیار اکثر اینها مذهبی بودن،
خب اینا بودن پس در ایران، البته که هست بودن، بسیاری باج میگرفتن وقتی پشتشون به دربار بود، ولی خب خیلی کسای دیگه هم بودن که اینطوری رشد کردن و در رقابتی وجود داشتن و حتی در اون موقع صادراتی میکردن. این است که ما باید انتقاد خودمونو برای ایران فردا، انتقاد خودمونو به ایران پیش از انقلاب بکنیم و بکوشیم که این ایرادها دوباره تکرار نشه. اما هرگز نباید این اقتصاد رو در زمان پهلوی با اقتصاد رو در زمان ولایی همسنگ دونست و همتراز دونست که چنین نیست. یکی دیگه در مورد خصولتی میفرمایید. من یک مقاله‌ای هم در این مورد نوشتم. استدعای من این هست اگر دوستان بپذیرند از کلمه خصولتی استفاده نکنند. من پیشنهاد میکنم از کلمه حکومتی استفاده کنند. شرکت‌های حکومتی. خصولتی که میگن یک ترکیبی از بخش خصوصی هست و بخش دولتی، که خب این عیبی نداره. اگر بر مبنای اقتصاد بازار باشه، ممکنه شرکت آ با شرکت ب همکاری بکنه، ممکنه یه بار شرکت آ دولتی باشه، شرکت ب خصوصی. این در فرانسه وجود داره، در امریکا وجود داره و ما حقوق تجارت گسترده‌ای داریم در مورد تعیین رابطه بین بنگاه‌های بخش دولتی و بخش خصوصی. تنها چیزی که حقوق تجارت سعی میکنه در این مورد آگاه باشه و مواظبش باشه این که این رقابت آزاد رو از بین نبره. ولی این چیز بدی نیست خصولتی که دارن وجود دارن. نه، اون چیزی که ما در ایران اشاره میکنیم، عرض میکنم یک مقاله هم من در این مورد انتشار دادم، اینا شرکت های حکومتی هستن، شرکت هایی که پشتشون به حکومت به هر دلیلی، به هر رابطه‌ای که دارن، و اینها خب میتونن امتیازات رو یکی یکی بگیرن. میفرمایید که اینها با خودشون هم دعوا دارن، حتما دارن، صحبت پول، صحبت ثروت، صحبت قدرت، بدیهی است که با هم دعوا دارن. اصلا ما یک تئوری بسیار جدیدی، البته شاید یک 10 سالی کمی بیشتر میشه، در سیاست عمدتا اینو مطرح کردن، ولی خب بازتاب اقتصادی هم داره، که اینها رو بهش و بعد خیلی مد شد، حالا عرض میکنم که اینو بهش میگن خودکامگی رقابتی. یعنی بین خودکامگان حاکم یک جور رقابتی وجود داره، همیشه هم همین جور بوده، چیز تازه‌ای نیست. یعنی انتخاباتو که من میخوام بگم به یک روایت، انتخابات در جمهوری اسلامی انتخابات واقعیه بین اون کسایی که غربال شدن و رسیدن بالا. البته بعضی وقتا اونجا هم تقلب کردن، چنانچه در زمان آقای احمدی نژاد کردن، خود گزارش الان اینو میگه، ولی خب خیلی وقتاش هم میتونه واقعا یک مقداری از پیش نتونن اینها رو تعیین بکنن، ولی این خود اونهاست. الان اینو مقداری بیشتر بهش میگن دموکراسی نالیبرال، یعنی مال دموکراسی هم فروکاهیدن به انتخابات نادرسته. دموکراسی سه اصل داره که انتخابات و رأی دادن نامهمترینشه، کم اهمیتترینشه، ولی این یه بحث دیگر. بله، راندخاران هم با هم دعوا دارن. ندیدید وقتی که آقای احمدی نژاد میاد میگه لیستی دارم تو جیبم که اونو لوتون میدم، و وقت آقای اسحاق جهانگیری قدرت میگیره یکی یکی اطرافیان آقای احمدی نژاد رو یا زیر فشار میذارن یا بعضی هاشون رو به زندان میذارن. خب اینا با هم دیگه رقابت دارن، بین راندخاراست رقابت. این هم چیز باعث شگفتی و تعجبی نیست. من به یک کلام آنچه را که جناب پارسا شما فرمودید، اگر نقطه نظر دیگری بود جز آنچه من عرض کرده بودم، من متوجهش نشدم. فکر میکنم که در این مورد همداستانیم. اگر متوجه نکته نشدم بفرمایید تا به اون بپردازیم. نه، من به طور کلی خیلی عمومیتر نهاد قدرت مطلقه، چه نهاد سلطنت باشه، قدرت مطلق باشه، چه نهاد ولایت فقیه، وقتی قدرت مطلق بشه و نظارت روش نباشه و چرخشی نباشه، این به طور کلی منشأ فساد هستش. یعنی نه، ببینید اینو با هم موافقیم، ولی با این البته درجه رو من با شما موافق هستم. یعنی من اصلا ببینید یه چیز خطرناکتر اتفاق میفته. ببینید اینو با هم موافقیم و ما انتقادهای خودمون از رژیم گذشته برای ساختن ایران نوین دموکراتیک بازار بنیاد نباید فراموش بکنیم، اما تفاوت هم بین اینها باید ببینیم. زمان
اگه اجازه بدین یه لحظه شما رو قطع کنم، من میزان فساد رو در دو نظام همسنگ ندونستم. البته یه بحث من کاملا در مورد بحث کمی نمیخوام بکنم، در مورد بحث کمی نوش بکنم که خب موافقیم فساد بسیار کمتر بود. نه میخوام بگم ببینید اون موقع خودی و غیر خودی ایدئولوژیک وجود نداشت، اصلا همچین بحثی نبود. امروز اون بحث وجود داره. اون روز ارتش هرگز اینقدر به طور گسترده در اقتصاد فعالیت نداشت و اصلا مسئله خودی و غیر خودی نبود. عرض میکنم بین این داستان جالبی است، اگر یک مرتبه برنامه در این مورد ما داشته باشیم. این دو تا 53 نفر تراژیک در ایران وجود داشت. یکی 53 نفری که به لحاظ سیاسی در زمان رضا شاه به لحاظ سیاسی دستگیر و محاکمه کردند، یکی 53 نفری که به باور من نخستین قتل زنجیره‌ای در ایران بود که مصادره بنگاه‌های اقتصادی در ایران بود. شما این 53 نفر رو به عنوان یک نمونه اگر بردارید، انواع و اقسام آدما توشه. هرگز کسی نبود که مثلا بگن آقا یک کسی به یهودی این نمیتونه فعالیت بکنه. ما میگه ما ایلوانیان رو داشتیم به عنوان یکی از بزرگتره. هرگز این صحبت نبود که یک نفر بهایی این نمیده کسب و کار امروز نمیتونه کسب و کار خرد داشته باشه. اون موقع ایراد میگرفتن چرا فلان بهایی مثلا نزدیک به درباره، پس تا اونجا میتونسته بره در این مورد. نه، این گرفتاری عمده میخوام بگم غیر از گستردگی فساد، در مورد ذات فساده که وجود داشته. الان چون برمیگردم به اون بحث اصلیم، اگر بیننده یک کلمه از این صحبت ما بخواد فقط برداشت کنه و بره، البته کمی دلگیر میشم، ولی اگر قرار باشه یک کلمه باشه و بگه چی من از این برداشت کنم برم، میگم خودی و غیر خودی. این ذات فساد، ذات فروپاشی، ذات تمام سختی های مردم ما، این ایدئولوژی خودی و غیر خودی است. در زمان گذشته وجود نداشت. این به این معنی نیست که در زمان گذشته ایراد وجود نداشت و این ایرادا رو باید گفت برای ساختن ایران فردا. ولی این با اون دوتا دسترسی برابر به امکانات اقتصادی، دسترسی به امکانات اقتصادی در زمان محمد رضا شاه و رضا شاه، محمد رضا شاه حداقل تا یه حدی بیشتر بود بر مبنای مثلا مذهب و ایدولوژی. نه، یعنی چه حجر یزدانی باهایی، چه ایلغانیان کلیمی، چه فلانی میتونستن بازی رو اگه درست میکردن و به قدرت نزدیک میشدن و رانتو مثلا امتیاز رو به قدرت میدادن، میتونستن در بازی اختیار. من برای اینکه این خود نکته شما رو من کاملا به قول معروف دریافت کردم، فکر کنم بینندگان هم دارن میبینن که شما نکته بزرگ چیزی رو که پررنگ میکنین خودی و غیر خودی هستش و این رو بس خیلی تاکید دارید. من میخوام بچرخونم آقای عطاری، کامنت ها بر اساس صحبت هایی که تا حالا شده، کامنت ها و سوالاتی رو دوباره یکی برای راند آخر از شما طرح بکنن که شما صحبت های شاید نهایی که نه، چون فکر کنم در مورد دورنمای اقتصادی هم میخوایم صحبت کنیم. قبل از اینکه در مورد دورنمای اقتصادی صحبت کنیم، بفرمایید آقای عطاری. با توجه به اینکه از بحث اصلی خب بسیار دور شدیم، من ترجیحم اینه که سوالات بسیار، انتقادات زیادی هم من دارم، چه در رابطه با آقای میرحسین موسوی، چه در رابطه با اینکه میفرمایید در زمان محمد رضا پهلوی خودی و غیر خودی وجود نداشته. من هیچ کدوم از این، در رابطه با میرحسین من مشخصا خدمتتون عرض کنم از نظر اقتصادی، ببینید کلا قضاوت از فراز تاریخ هم ساده ترین کار ممکنه، هم اشتباه ترین کار ممکنه، چون یک اتفاقی افتاده، عوارض اون رو ما دیدیم و حالا داریم در اصل بر اساس موجود بودن تمام شواهد و قرائن و مشاهدات یک قضاوتی رو خطاب به بیننده بیان میکنیم. کلن قضاوت گذشته کار صحیحی نیست از نظر من. آنچه در گذشته اتفاق افتاده در آن روز یک مبانی داشته، یک دلایلی داشته، میتونیم ازش درس بگیریم، ولی اینکه بخوایم کسی رو در اون نقطه تاریخی محکومش بکنیم به نظر من خیلی صحیح نیست. در رابطه با شخص میرحسین موسوی از این جهت من خدمتتون عرض میکنم که این آقا به هر دلیلی، به هر طریقی یک کشور بحران زده رو، بحرانش هم چند وجهی بوده. یک انقلابی در ایران اتفاق افتاده که رهبر فرهمندش خیلی ساده میگه من خودعه کردم، یعنی وعده هایی به مردم داد، اونها رو به خیابون کشید، حکومتی رو سرنگون کرد،
خیلی راحت اعلام کرد که من خطبه کردم و این وعده ها اجرایی نخواهد شد. نخست وزیر از یک طرف با وعده های برآورده نشده اون رهبر فرهمند رو به روه، یک کشوری که انقلاب زده است، تمام ساختارها در هم شکسته، تصفیه های خونینی در بین چه ثروتمندان، چه در بین نظامیان و ارتشیان، چه در رابطه با سازمان های امنیتی انجام شده، کل ساختار از هم پاشیده. در این حین کشور درگیر درس اختلافات داخلی هست، بعضی از سازمان های دخیل در انقلاب وارد فاز نظامی شدند. از همه مهمتر کشور وارد یک جنگ شده با یک کشور همسایه که هیچ بحثی هم در مورد این نیست که آیا ایران مقصر بوده یا نه، این بحث دیگری هست. میرحسین موسوی کشوری که با این همه درگیری های مختلف روبرو بوده رو تحویل میگیره. من خودم وقتی هر چی فکر میکنم میبینم اگر بزرگترین اشتباه میرحسین رو فربسازی دولت ببینیم، افزایش تصدیگری دولت ببینیم، خب کشوری با اون همه مشکلات در اون زمان و دستانی کاملا خالی، شاید به این نتیجه برسیم که چاره‌ای وجود نداشته. ولی من کلا میگم قضاوت تاریخی در رابطه با آنچه که گذشته خیلی کار جالبی نیست. من فکر میکنم اگر نگاهمون رو به آینده باشه خیلی بهتره، یعنی ببینیم برای فردای ایران ما چه کار باید بکنیم، چه طرحی داریم، چه برنامه‌ای داریم. آیا اگر فردا جمهوری اسلامی بره چارچوبی واسه اداره کشور وجود داره؟ همون سوالی که خود آقای دکتر هم کردن، مثلا آیا باید یارانه ها قطع بشه؟ آیا باید ارزم به خدمت شما که اقتصاد باز دوباره یک مقداری دولتی بشه، بعد دوباره به سمت خصوصی شدن و اقتصاد آزاد و لیبرال بریم؟ یا از همون فردای تغییر رژیم میتونیم بگیم نه آقا بازار 100% آزاده، هر کس هم هر کاری کرده، ما سوال از کجا آوردی رو میخوایم حذف کنیم؟ آیا همچین چیزی ممکنه؟ میشه شفافیت مالی بدون سوال از کجا آوردی پیش بره؟ یا ما مجبوریم دوباره یک مقداری سیستم رو ببندیم، این سوال رو مطرح کنیم؟ کسایی که سرمایه های خیلی بادآورده جمع آوری کردن، سرمایه های مشکوک جمع آوری کردن از طرق خیلی مختلف، با اینها باید برخورد کنیم، ازشون سوال کنیم؟ حالا اینکه بعداً سرمایه های مصادره شده رو در بورس مردم عرضه کنیم، تحویل یک نهادی مثل بنیاد بدیم، یا اینکه نه به اشخاصی که حالا از نظر مدیریتی توانش رو دارن واگذار کنیم، یک بحث ثانوی است. ولی کلا به نظر من قضاوت در مورد گذشته مقدار سخت. اینی هم که میفرمایید در زمان پهلوی خودی و غیر خودی وجود نداشته، چرا؟ به نظر من وجود داشته. خودی و غیر خودی وقتی بد نیست که بگیم طرف در اصل مسلمونتر، اعتقادات دینی قوی تری داره، مخلص‌تر به قول شما، بر این مبنا خودی و غیر خودی باشه، یا بر اساس ناسیونالیست باشه. ما بگیم آقای پارسا از آقای عطاری ناسیونالیست تره، پس این امتیاز ویژه برای شما، این همون قدر بده که مبنا اسلام قرار بگیره. کلا من میگم باید دیدگاه ایدئولوژیک به در از مقوله اقتصاد، مقوله سیاست رو ما بتونیم حذفش کنیم، و این خیلی بیشتر به نظر من کار سیاسی و فرهنگی نیاز داره. از بحث دور نشیم، در خدمت شما هست. بله، اگر اجازه میدید چند اشاره بکنم. خیلی کوتاه. ببینید، میفرمایید به الان نباید در مورد گذشته انتقادی کرد. جناب عطاری، من با شما موافق نیستم. محکوم باید کرد یا نکرد یه بحث دیگری است. بله، یکی از مهمترین ایرادایی که با آقای موسوی وارد است این است که بسیار بسیار اقتصاد و کشور رو فربه کرد، و وقتی که تجارت خارجی رو به آدم‌های خیلی ویژه‌ای داد که عمدتاً در اون زمان از مؤتلفه اسلامی بودن، این کار آقای موسوی کرد. حالا می‌فرمایید شرایط بوده، بسیار خوب، ولی اون یه بحث دیگری است. ولی ما تا انتقادا رو نکنیم نمی‌دونیم خواهان چی هستیم. ببینید، یا الان شرایط ایران خوب است یا بد است. اگر خوب است که خب ما خارج از کشور اومدن و اپوزیسیون و اینها رو وقت تلف کردن، یا اگر بد است باید با هم بگوییم چه چیز است بد است که میفرمایید با آینده نگاه بکنیم، چه چیز بد گذشته رو ما در آینده تکرار نکنیم. آیا ما واقعا اقتصاد بازار بنیاد رو میپذیریم و یکی از دلایل گرفتاری و مشکلات اقتصادی کشور رو ما این را میدانیم که این همون دولت فربه و اقتصاد حکومتی، یا نه؟
اگر اونو نمیدونیم خب یه بحث دیگه است، ولی اگر میدونیم خب آقای موسوی از جمله مقصرین در این مورد بوده دیگه، حالا محکومش نمی کنیم، حالا شرایط خیلی خوب. شما میفرمایید به گذشته نگاه نکنیم، پس شما مسئله خدعه امام راحل رو نفرمایید، اونم مال گذشته است. مسئله خودی و غیر خودی شاه هم نفرمایید، اونم مال گذشته است. خب آخه ما چطوری هماندیشی بکنیم در مورد آینده اگر نگیم برداشت ما و جنبندی ما از گذشته چه بوده است؟ البته اینم بماند داخل پرانتز که ناسیونالیسم نجات پرستی نیست و ناسیونالیسم خودی و غیر خودی نیست. ناسیونالیسم اگر کسی گفته باشد در اون زمان یا هر زمان دیگری که فارس زبان در ایران مهمتر از ترک زبان و عرب زبان و بلوچ است، این نه ایران شناخته نه حرفش قابل کوچکترین پشتیبانی است. این حرف قبول. ولی اگر کسی به ایران مفتخر باشه و بگه امتیازهای ایران متعلق به ایران است، این باعث افتخاره. من یه مقداری شاید بد فهمیدم صحبت شما رو آقای عطاری. نه من منظورم در رابطه با این نبود که ناسیونالیست بده. من میگم حتی اگر ناسیونالیست هم مبنایی قرار بگیره برای اعطای امتیاز، حتی اصلا بهترین خصلت بشری، اگر مبنای ببینید تنها حق باید شایسته سالاری باشه. یعنی شما یک موضوع اینه که فقط همه امتیازات، اولا که اصلا کلا امتیاز باید حق ویژه رانت امتیاز باید هست بشه، در اینکه بحثی ما نداریم، ولی دست یافتن به هر پست و مقام و موفقیتی هیچ راهی نباید داشته باشه بجز شایسته سالاری. درود بر شما. من بحثم بر اینه که اینکه ما مکتبی باشیم امتیاز ویژه داشته باشیم اشتباهه، ما ایران دوست هم باشیم امتیاز ویژه داشته باشیم این هم اشتباهه. یعنی در هر حالتی با هر دیدگاهی بجز شایسته بودن در اون زمینه، یک پزشک باید طبیب خوبی باشه، اصلا فرقی نمیکنه که دیدگاهش نسبت به ایرانی چی هست، باید پزشک خوبی باشه، یعنی باید تکنوکرات باشه، یک مهندس باید مهندس خوبی باشه. هیچ اینکه عقیدش چیه، اینکه افکارش چیه، من منظورم در این بر این نکته بود که عقاید من نباید در رابطه با اون تکنوکراسی که میخوام به کار ببرم در رابطه با اون رشته‌ای که دارم درش کار میکنم دخیل باشه. نباید فرمایشتون اینه. من جفتتون به هر صورت به نظر مثل خودی و غیر خودی که آقای اسدی دارن مطرح میکنن، شما میگین شما موافق هستین که این خودی و غیر خودی یک موقع بر اساس مکتبه، یک موقع بر اساس چیزی باشه که من و شما ازش خوشمون میاد. ولی خب زمان شاه رو غیر از زمان محمد رضا شاه رضوی، غیر از اینکه هسته اصلی قدرت و مطلق وجود داشته، اون بخش کاراکتریزه کردن ایشون بحث میکنن که به صورت خیلی مشهودی ما خودی و غیر خودی مذهبی رو نمیبینیم. خب دقیقا این رو ما نمیبینیم، ولی شما سعی کردین که بگین شاید بر مبنای ناسیون، شاید وفاداری به حکومت و از لحاظ سیاسی مشکل بوده که در از مبنای انتخاب وفاداری به شخص اول کشور بوده. به نظر من لطفیه میکنید، اینم نبود. ببینید مخالفت با شما، مثلا اگر خاطرات دکتر کاظم خسروشاهی رو بخونید، کتابای لاجوردی رو بخونید، نه چون این نبود و حتی بعضی وقتا واسه شون میتونست مشکلات ایجاد بشه و حتی زیر فشار بودن برای اینکه رانتی بگیرن. نه ببینید جان با میتونیم این بحث رو ورق بزنیم و وارد بحث دیگه بشیم. با فرمایشتون موافقم که خودی و غیر خودی رو فقط بر مبنای مذهب نمیشه ساخت، بر مبنای ایدولوژی های دیگه هم میشه ساخت. این فرمایشتون 100% موافقم، اما ایران دوستی این خودی و غیر خودی نیست، متعلق به همه شهروندان ایرانه. اگر بفرمایید مثلا فارس زبان، 100% باتون موافقم، 100%. اگر بفرمایید مثلا کسی که بله اینا رو با هم فارس زبان کمونیست طرفدار اینا، 100% نژاد. ببینید ایران یک بحث است، نژاد یک بحث، حالا نژاد که بحث غیر علمیه، ولی که چه نژاد خاصی رو مثلا بخواد بگه، زبان خاصی رو بخواد بگه، با جان مایه حرفتون موافقم و فکر میکنم ما در این مورد اختلاف نظری با هم دیگه نداریم. اگر اجازه میدید این سفر رو ورق بزنیم، با هم موافقیم که امتیاز به هر اسمی که داده بشه این نادرسته و مذهب تنها شکل رانتخاری نیست.
ولی خب ما الان با این درگیری در این مورد. یک اشاره دیگه هم فرمودید در این مورد جناب عطاری، اینم اصلا خیلی مهمه که ما به اینها بپردازیم. میدونید من در اپوزیسیون بسیار نگران اینم که بحث اقتصاد بازار بنیاد، حتی اپوزیسیونی که به روشنی طرفداری از دموکراسی میکنه، در اقتصاد کماکان در بر همون پاشنه اقتصاد دولتی میچرخه و این بسیار نگران کننده است. اشاره شما این است که آیا ما باید از همون اول به سمت اقتصاد بازار بنیاد بریم؟ من این پاسخم رو اگر اجازه میدید با یک پرسش به شما بگم. آیا ما باید از همون اول به سمت دموکراسی برویم آقای عطاری، یا بعد از 10 سالی که قدرت رو گرفتیم؟ نه مسلما مستقیما باید به سمت دموکراسی بریم. در مورد اقتصاد بازار بنیاد که خواهر خوانده اقتصادی دموکراسی است، نیز من همین فکر رو میکنم. از همون آغاز، این البته از همون آغاز این مفرداتی دارد، یک آمادگی دارد، صغرا کبرایی دارد، اما از همون اول، یعنی از همون اول ما میخوام بریم طرف اقتصاد بازار بنیاد. حالا ممکن در همون صغرا کبرا هست، یعنی در همون قسمت جزئی اولی که زمین سازی میخوایم بکنیم برای رسیدن به یک دموکراسی پایدار، برای یک اقتصاد آزاد، باز و بازار محور، همون ابتدای کار. ببینید اصلا کلا من حرفم اینه، بعد از هر تحولی، حالا چه به صورت خشونت پرهیز باشه، چه به صورت انقلاب باشه، چه در کشورهای دیگه به صورت بعد از حمله نظامی باشه، یک دوره خیلی کوتاه تصدیگری وجود داره که یک سامان جدید ایجاد بشه و بعد بریم سراغ حکومت جدید. من منظورم فقط به اون دوره کوتاه، وگرنه من خودم با هر گونه تصدیگری دولتی، با هر گونه فربسازی دولتی به صورت کلی مخالفم. نه و بازم ببینید، بازم اگر اینطور میفرمایید فکر نمی‌کنم اختلاف نظری باشه. اگر من و شما آشکار بگوییم که اقتصاد ایران باید اقتصاد بازار بنیاد بشود و مثلا به طور روشن بگیم و لایحه‌ای در مجلس بگذرانیم و پیمانی ببندیم، حالا در درون مجلس یا بیرون مجلس، که تمام شرکت‌های دولتی مثلا بین 1 سال تا 3 سال باید به بخش خصوصی واگذار بشه بر مبنایی که خب حالا شاید از حوصله بیننده خارج باشه، که میدونیم چرا بعضی ها جزو 1 سال میشن، چرا بعضی ها جزو 3 سال میشن. نه ما با این مسائل مشکلی ندارم. ما که نمیخوایم، ببینید دموکراسی امر مبارکی است، اقتصاد بازار بنیاد امر مبارکی است، اما حتی ما نمیخوایم ایدئولوژیک به اینها برخورد بکنیم، جای تردید نیست، ولی باید از روز اول مشخص بشیم، بدونیم که بخوایم خود ابو کنیم در این مورد. به طور روشن ایران رها نخواهد شد اگر در وجه سیاسی به دموکراسی و در وجه اقتصادی به اقتصاد بازار بنیاد نرسد. اما آیا اگر ما مثلا فکر کنید 2-3 روز دیگه سال فرنگی شروع میشه، فکر کنید در این سال فرنگی این آغاز حکومت بعد از جمهوری اسلامی، آیا ما بلافاصله باید همه شرکت ها رو بلافاصله خصوصی بکنیم؟ من به عنوان یکی از هواداران پروپاگورس اقتصاد بازار بنیاد به روشنی میگویم نه، بلکه باید اول بستر اقتصاد بازار بنیاد درست بشود، قانون تجارت در این مورد نوشته بشود و ما ببینیم که این شرکت ها رو، این مالیات ها رو، این مالکیت ها رو چگونه یکی یکی به بخش خصوصی یا به دارندگان اصلی خودشون واگذار بکنیم. شما فکر کنید همین امروز که البته این خصوصی سازی که جمهوری اسلامی دیگه بیشتر امر خصوصی خود آقایانه، اما فکر کنید حالا بخون واقعا خصوصی سازی بکنه، شرایط تغییر میکنه؟ حتما نمیکنه. به همون دلیلی که گفتم فرقی نمیکنه اگر حکومت دست احمدی نژاد باشه یا روحانی برای اقتصاد خودی و غیر خودی. خب در همون شرایط هم اگر شما یک کسی رو، یک شرکت رو واقعا به بخش خصوصی بدید، خب اون بعد در همین بستر عمل کنه، فایده ای نمیکنه. پس ما باید اول بستر رو درست کنیم. این بستر درست کردن حتما زمانی میبره، اما ما باید در این مورد جدی باشیم، تعهد از روز اول میکنیم، قصد خود انا باشه، پیمان ببندیم. حالا ممکنه حتی ببینید بس ساده تر از اینه، شما حتی وقتی میخواید عضو سازمان جهانی بازرگانی بشید، سازمان جهانی بازرگانی که خب بر اقتصاد آزاد و بازرگانی آزاد پا گرفته، زمان میده، میگه مثلا آقا ما برای اون صنعت بزرگ شما که اینقدر
کارگر اینقدر کارمند اینقدر دستمزد بگیر داره، حالا این مثالایی رو که میزنم جدی نگیرید، جانشو بگیرید، 6 ماه، 1 سال، 1.5 سال وقت می. بعد از اون مدت باید به چین همینطوری بود، بعد از این مدت باید این کار کرده باشید، نکرده باشید باید جریمه بدید، به دادگاه میتونه رقیبتون شکایت بکنه. ما اینا رو باید در ایران هم انجام بدیم، ولی این باید روشن باشه آقای عطاری، این برای من مهمه. امروز اپوزیسیون بارها میگوید ما طرفدار دموکراسی و شهروندی هستیم، اما هرگز در مورد اقتصاد بازار بنیادی حرف نمیزنه. و حتی من که سعادت اینو دارم با بسیاری از همقطاران در این مورد صحبت بکنم، همه صحبت ها اینه، آره اما لیکن معهازا بنابر این زیرا، یعنی در حقیقت نیستن هر هفته طرف باشه. این مشکل اساسی. خب آقای دکتر اسدی، آقای عطاری، من فکر کنم با توجه به اینکه ما 1 ساعت هستش داریم صحبت میکنیم، اگر موافق باشین اگر نکات پایانی شما آقای عطاری و شما 1 دقیقه 2 دقیقه بفرمایید و بعد این میزگرد امروز رو به یک نوعی ببندیم و امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونیم در مورد شرایط اقتصادی ایران، چون امروز تمرکز سر یک چیز خاصی بود و به طور کلی همین اختصار بازار بنیاد و خودی و غیر خودی بودن، در واقع این بخش ها رو آقای دکتر اسدی و آقای عطاری جوانب مختلفش رو باز کردن. آقای عطاری بفرمایید. من فقط یک نکته کوچیک بگم. ببینید آقای دکتر، من منظورم در رابطه با اینکه گذشته رو امروز خیلی مطرح نکنیم، ببینید گذشته 100% این دیگه خب یک چیز، یک ضرب المثل شناخته شده یه که گذشته چراغ راه آینده است، در مورد اینکه بحثی با هم دیگه نداریم. من میگم متاسفانه امروز بیش از اندازه ما داریم روی گذشته تمرکز میکنیم. ما به عنوان جمهوری خواهان شاید بخش عمده از انرژیمون رو داریم میذاریم برای کوبیدن زمان شاه. این اشتباهه. بعضی از بسیاری از سلطنت طلبان، مشروطه خواهان تمام توان و هم مقامشون رو دارن میذارن روی کوبیدن کل دوران جمهوری اسلامی. یعنی حتی اگر کسی نکته مثبتی هم از دل اون در بیاره، به شکل مختلفی بهش انگ میزنن، برچسب میزنن و سعی میکنن هر گونه خیر و خوبی رو در این دوران هم نادیده بگیرن. مسلما باید به گذشته چشم داشت، ولی من میگم همون نگرانی شما رو من هم دارم. میگم ما باید برای فردا تمرکز بیشتری داشته باشیم، برای ساختارها و چارچوب‌های آینده بیشتر انرژی بذاریم، به جای اینکه دائم بریم رجوع کنیم به گذشته، از فراز تاریخ بریم گذشته رو قضاوت کنیم و خیلی راحت حکم صادر کنیم. بهتره بیشتر انرژیمون رو ما بذاریم در رابطه با اینکه فردا میخوایم چه کنیم. در رابطه با اقتصاد در از بازار بنیان، من خودم شاید، یعنی خیلی روک بگم، من شاید نظرم به سوسیال دموکراسی باشه، ولی این رو برای خودم حلاجی کردم که در یک دموکراسی من هم میتونم بیام حرفم رو بزنم، ولی مبنا باید اقتصاد آزاد باشه. آقای دکتر اسدی، نکات پایانی حالا با توضیحی که دادید بهتر متوجه فرمایشتون شدم و هم داستانیم در این مورد، روشن است. بله، ما به ویژه یک فقط کلمه اضافه بکنم، ما باید این نگاهمون به گذشته از کینه دور باشه. کینه کمکی به ما نمیکنه و ما باید بیشتر از گذشته درس بگیریم به جای اینکه بخوام تسویه حساب بکنیم در اون مورد که داشته باشیم. حالا ممکن است که یه حقوقدانی کسی رو از گذشته بتونه به دادگاه بکشه، این کار ما که حقوقدان نیستی هم نیست. من در این مورد با فرمایشتون 100% موافقم. در مورد سوسیال دموکراسی که گفتید، ببینید پایه این هم بعضیا میگن اقتصاد بازار بنیاد، آری اما سوسیال دموکراسی، سوسیال دموکراسی گونه ای از اقتصاد بازار بنیاده. ببینید دعوای اصلی در سیاست بین دموکراسی است و دیکتاتوری. حالا یکی ممکنه من میگه دموکراسی ریاست جمهوری میخوام، من دموکراسی مجلسی میخوام که نخست وزیر باشه، یکی میگه من دموکراسی مشروطه سلطنتی. برای من این بحثا ثانوی است. دموکراسی رو به من بدید، چندان من دل مشغولی نخواهم داشت، هرچند که خب یک ترجیحی برای جمهوری دارم، همچین دل مشغولی نخواهم داشت که من در یک سلطنت، در یک دموکراسی سلطنتی دارم زندگی میکنم یا در یک دموکراسی نخست وزیر یعنی مجلسی یا یک دموکراسی ریاست جمهوری. در اقتصادم همین است. شما تضمین اقتصاد بازار بنیاد رو به من بدید، اینو داشته باشیم. خب بعد بالاخره من که اگر راستگوام که نمیتونم تعیین کننده همه چیزی باشم،
با توجه به انتخاباتی که بازیگران اقتصادی میکنن، سندیکای کارگری میکنن، سندیکای کارفرمایی میکنن، نمایندگان مجلس میکنن، رای گیری ها میکنن، اینو خب ممکنه ما مثلا از نوع اقتصاد بازار بنیاد آمریکا تا نوع اقتصاد بازار بنیاد مثلا فرانسه داشته باشیم. مشکل خاصی من با این ندارم، ولی یک چیزی هست، مجلس حتی رفراندوم با 100% آرای خودش یک گمانه ناممکنه، اما میگم که حرفم روشن باشه، اگر رأی بدهد که ما دموکراسی نمیخوایم دیکتاتوری بخوایم، این مخلص کمترین جمشید اسدی اینو نمیپذیره و کماکان کار خودش رو ادامه میده. اگر مجلسی که به طور دموکراتیک هم انتخاب بشه حق نداره که رأی بده که مالکیت خصوصی از بین بره و اقتصاد تصدیش دولتی باشه. این همون تفاوت بسیار زیبایی است که وجود دارد بین قانون و قانونگذاری. یک قانون آزادی ما داریم که اینو زیر سوال نمیشه بود. من نمیتونم رأی بدم که مثلا کسی که در کشور مثلا مسلمون هست یا نیست اجازه شهروندی نداره. حالا 90% هم رأی بدم به این، بی خوده، این قانون نیست. در زمینه اقتصادم هم همین، اگر 90% هم رأی بدم که متصدی دولتی میخوان، این غیر دموکراتیک، غیر حقوق شهروندیه و نباید اینو پذیرفت. در غیر این صورت در چارچوب دموکراسی ما گونه های متفاوت داریم، من هیچ گونه مخالفتی ندارم، بس انرژیمو سر این نمیذارم. در اقتصادم، در اقتصاد بازار بنیادم گونه های متفاوت داریم، حتما من سلیقه خودم رو دارم، اما مادامی که ما در چارچوب این اقتصاد بازار بنیاد هستیم انرژی مبارزه‌مو سر این نمیگذارم. خب با تشکر از شما آقای دکتر اسدی و حضرت آقای عطاری عزیز این برنامه رو در اینجا به پایان میرسونیم. خیلی ممنون، سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید، برای من افتخاری بود در خدمت دوستان عزیزم آقای پارسا، آقای عطاری بودم. بسیار متشکرم.